مخاطبان عزیز سلام و درود بر شما. روزهای 11 و 12 دسامبر حادثه مهمی در پاکستان اتفاق افتاد. 25 سرباز پاکستان کشته شدند. این واقعه در دره اسماعیل خان اتفاق افتاده. همزمان کاردار سفارت طالبان احضار شده به وزارت خارجه پاکستان. وزیر دفاع سابق پاکستان مدعی است که افغانستان نقطه اصلی تروریسم است و از این قبیل مسائل. حتی گفته میشه که عامل اصلی انتحاری در این حادثه یکی از ادبای افغانستان بوده است. این مسائل ما بحث و بررسی میکنیم که اساساً چی اتفاق افتاده. گزارشاتی که در رسانه ها داده میشه معمولاً کوتاه است و زیاد لایسنجی نمیشه. ما از پامیر مامون خواهش کردم از بخش تحلیل خبر در جمهوری پنجم تا تشریحات اصلی قضیه رو به ما ارائه بکنه. پامیر، سلام به شما و بینندگان عزیز و گرامی. طبق گزارشات دیناروس تاریخ 12 دسامبر یک حمله صورت گرفت به یکی از پاسگاه های پلیس پاکستان در منطقه دره اسماعیل خان، که البته او پاسگاه پلیس چند میشه که ارتش پاکستان در اونجا مستقر شده و پلیس ها را از اونجا بیرون کرده. دیناروز جنگ خب ترورست ها وارد شدن، البته ترورست ها در سه گروه وارد شده بودن. یکی که بعد طبق گزارش ها گفته که وقتی که دو تا از انتحاری اول آمده دهن دروازه امی پاسگاه امنیتی دیگه انفجار دادن خود و بعد از او چیز گروه های پیاده نظام شعبه نظامی یا تروریست ها وارد شده داخل کمپ و درگیری صورت گرفته. بدون از اون وقتی که اینا درگیری میکردن بعضی از سربازهای پاکستانی معلوم میشه که توسط تکتیراندازا هم دی دوره شکار شده بودند، که معلوم میشه که قطعاتی که حمله کرده بوده سر از پست پاکستانیا سه چیز گروه بوده. یکی گروه انتحاری که اول دروازه شکستانده انفجار داده خود، دو نفر انتحاری بوده، دیگه چند نفر از سربازای تروریست ها که وارد شده داخل کمپ که باز که پاکستانی ها درگیر شدن و دیگه تکتیر اندازه ایره که اینا بیرون از کمپ جابجا کرده بودن که اینا حرکات ایره که پاکستانی ها انجام میداره، یعنی سربازای پاکستانی در داخل کمپ انجام میداد یا از دور وار نشان میگرفتن و میزدن میکشتن. خبر جنگ با این اندازه بوده. کسی را که اینا معرفی کردین البته از تروریست ها زاد بودن، اما کسی را که اینا فقط نام گرفتین یک کسی است به نام حسن گنداپور که با گفته خود پاکستانیا که نام مستعارش قاری شاکر است و از ولایت هلمند است، از ولایت اسلام قلعه هلمند است. یکی اینا رو تثبیت کردن که از ولایت اسلام قلعه هلمند است. دوران طالبان معلوم نیست که افغانی است که نیست، اونجا به هر کس پاسپورت داده میشه به هر صورت. خب اینا گفتن که اونطوری است و بعد از وزارت خارجه چیز پاکستان به دولت مقعد افغانستان چیز کرده راپورت داده، گفته که شما باید این را بسیار با جدیت بررسی بکنین، تمام کسایی که دیجه شریک بوده یا را دزگیر بکنین. باز گفته که رهبرای تی تی پی را هم دزگیر کنین و بعد از او برای ما تحویل بده، که در مقابلش باز در این حمله از تی تی پی نام برده نشده. تحریک جهاد پاکستان میگه عامل این حمله است. این چه نوع یک گروه است؟ این کس نمیشناسه. خب از تی تی پی وزارت خارجه پاکستان نام گرفته. چرا؟ به خاطر که این تحریک جهاد پاکستان که اینا میگن، این تحریک جهاد پاکستان یک گروه جهادی است که تازه دمی ماهی فبروری 2020 امسال اینا ظهور پیدا کردن. البته اینا رو خب به گفته چیز پاکستانی، البته اینتلیجنس پاکستانی که یک شاخه از تی تی پی است که جدا شده و تحریک جهاد پاکستان نام شمانده و از یک حساب اونا میگن که جدا هم نشده، اما تی تی پی است، فقط یک نام دومش است که تحریک جهاد پاکستان است. خب تحریک جهاد پاکستان از فروری 2023 توسط یک کسی از بنام مولانا عبدالله یاغستانی که ایر البته خود پاکستانی اینتلیجنس پاکستان گفته که چیز از خود بنوان امیر خود امیر امی گروه را تاسیس کرده، تحریک جهاد پاکستان. خب گفتن که به هر صورت امو شیخ الهند که چیز پدر کلان کل از اینا هست، امو محمود حسن دیوبندی، ای هم محمد یاغستانی هم الگوی خود امور قرار داده و اینمی چیز تحریک جهاد پاکستان هم به حساب اونم افکار دینی از او برانداختانه جور کرده، ایجاد کرده. خب این مولانا عبدالله یاغستانی البته یک چیز بسیار جالب است، بخاطر که پاکستانی هم انتلیجنس پاکستان میگه که آدم افغانی است، در کنار افغانستان به دنیا آمده، گرچه یاغستان که اینا میگن یک منطقه سرحدی است که بسیار سرحد بین افغانستان و مناطق قبایلی پاکستان است.
که میگه این آدم در پاکستان بود و پس آن از تی تی پی جدا شد و بعد از او رفت و امی تحریک جهاد پاکستان در فبروری 2023 تأسیس کرده. نقاط بسیار مهمه که از این گروه از بسیار جالب است، از یکی خوب بسیار نوظهور است از فبروری 2023، البته اینا یک ده ماه شده که با وجود آمده، اما در این ده معاملاتی که اینا انجام داده بودند در تاریخ پاکستان بی سابقه بود. عملاتش باز پسان ما لس میکنم، اما چیزی که بسیار جالب است، خب حالا ما خبر داریم که یک جنگ جهانی روان است بین شرق و غرب و پاکستان هم محور غرب است در حالت فعلی، چون آجندای امریکا را در افغانستان پیش میبره. از زمانی که همی فوریه 2023 همی با وجود آمدن از گروه بسیار همی تاریخش هم مناسب و برابر است با تمام تحرکاتی که در افغانستان به طرف چیز دریای آمو شروع شد، همی رفت و بعد از اون چیز ریفیوجی ها را کشیدن از پاکستان، مهاجرین حالا به طرف شمال ساق میتنه دیگه و دیگه. یعنی ظهور امی گروه، ظهور امی ظهور گروه امی گروه، شروع فعالیتاش همزمان است با تحرکاتی که به طرف آمو شروع شده. بله فبروری 2023 اینا تاسیس شدن، از اون زمان تا به حال، البته همین که تاسیس شدن یک موبات یا یک انفجار یک امنیت داری کردن در بولان که یک منطقه از بلوچستان در اوج 9 نفر از نیروهای امنیتی پاکستان کشتن، 13 نفر دیگر زخمی کردن یک موبات از اینکه اینا به وجود آمدن. معلوم میشه که به وجود آمدن زیاد قدر هم چیز نو نبوده و پیش از پیش یک گروهی بوده که معلوم تشکیلات میشه قدیمی است به نام نو. به نام نو آمده که تحریک جهاد پاکستان است. خب هدف تحریک جهاد پاکستان چیست؟ هدف رسمی از اینو گفته ایجاد یک دولت اسلامی در پاکستان، یعنی مثل هدفش از افغانستان، دیگه مثل مثل افغانستان افغانستان، چیزی که طالبان در افغانستان میکنن باید در پاکستان هم باشه، و تحریک جهاد پاکستان هم اینمی هدفش است، اینمی هدف اعلان کرده، و کسی هم که در راستش است یک کسی به نام مولانا عبدالله یاغستانی است که رب نتن به افغانستان که خود از هم همین یک شعاری که میته شعارش یک ذره معنادار نیست دقیقت یک وقت که خب نظامی که شعارش در من افغانستان است الزامن باید در پاکستان هم باشد، چرا نباشد؟ تو خاص. خب از زمانی که طالبان سر قدرت آمدند در می چیز در افغانستان، از اون زمان طالب بسیار از آخونده و اکستریمیست هایی است در پاکستان که اونام توقع دارن و خواهشانی بود که خب در پاکستان هم باید چنین یک سیستمی به وجود بیه، اما پاکستان علمایی داره که با ایسای کار میکنه، علما در تلویزیون برامدن گفتن نه پاکستان یک کشور اسلامی است، ضرورت به چنین چیزی نداره. درست است، اما گپی که اینا میزنن بسیار سمبولیک از چی نگاه است. ما همیشه در برنامه قدیمی خود گفتیم که راز که امی تاریخ پاکستان، امی جیوپولیتیک هندوستان که از توسط یک قوم زیادتر تو تغییر خورده، بدل خورده، یعنی تو تغییر جیوپولیتیک به وجود آمده، و اون کسایی هستند که یا اسلامگرا هستند یا معمولا مردمی بودن که اقوام پشتون هستند که امی گروه تی جی پی را که اینا ساختن، تحریک جهاد پاکستان، اینا هم از اون مناطق قبایل پاکستان هستند، هم اهدافشان هم به یک آوردن یک سیستم در کل پاکستان است، یا دعوا ندارن که ما در پشاور می خواهیم چیز جدای طلبی پشاور داشته باشن یا بلوچستان، میگه نه اینمی پاکستان است، اینمی باید یک سیستم اسلامی در اینجا به وجود بیاد، کی حتما ای بدون شک از طرف هندوستان و ایران ای گروه حمایت شده، بخاطر که امکان نداره که به رقم سادگی به وجود آمده باشه، در فوریه از ناگهانی به وجود آمده باشه، و وقتی هم که خودش در دریای طرف دریای آمو یک رنگ تروریست را بردن میره، معلوم میشه که چیزای اطلاعاتی دیگه است دیگه. ای که تحریک طالبان پاکستان چرا یا نام میگیرن، فرض مثال وزارت خارجه از این تحریک جهاد پاکستان کسی گفته به حمله را ما کردیم، اینا در اعلانی که روان کردن به طالبای افغانستان گفتن که تمام رهبرای تحریک طالبای پاکستان شما دزگیر کنین، باز به ما چیز بکنین، به ما بدین این رقمی. خب از خاطر است که میگن که اینا یک از گوشه های تی تی پی بودن، خودم یا امی تحریک جهاد پاکستان یک شاخه از تی تی پی بود که بعد از او امی مولانا عبدالله یاغستانی از تی تی پی جدا شد و خودش امی تحریک جهاد پاکستان به وجود آورد. وی خب درست این امکان داره، یک گپ دیگه این هم گروه هست. ها، این گروه ها چطور یک باره به حد قوی شدن که عملیات هایی که انجام میدن بسیار حرفه‌ای، کمتر اشتباه داره و بیشتر هدف را که میزنه حساس است در نقاطی که اصلا پای آدم های بیرونی در داخل پادگان های پاکستان که نباید برسه اینا نفوذ میکنن و تلفات بار میارن. در گذشته خوبی رقم نبود به این رقم همین ساحه تخریب، این از کجا شده؟ خب از این زمانه که پاکستان و امریکا تصمیم گرفت که با چیز توافق نامه دوار امضا بکنن و طالبان را در افغانستان بیارن تا که برنامه هایشان به خاطر انتقال جنگ به طرف ایران و آسیا میانه اینا شروع بکنن، ما از برنامه اول خود بر شما گفتیم که وقتی که جنگ در طالبان در افغانستان آمدن، شما میبینید که بجای اینکه در مقابل طالبان جات چه تعامل از طرف ایران و روسیه صورت بگیره،
زیاد شدت عمل در مقابل پاکستان است. از این زمان یک طالبان آمدن عملات تی تی پی امضا شد، عملات بی ال ای امضا شد که با جنبش آزادی بخش بلوچستان است، و حالا از فبروری امسال یعنی یک تحریک جهاد پاکستان هم وجود آمده که بسیار عملات سنگین انجام داده. خود تا پیش از این چرا این کار نبود؟ پیش از این در مقابل پاکستان کدام مشکلی به وجود مشکلی نبود. در افغانستان جمهوری بود، جمهوری هم به حساب یک حضور پسیف امریکا در منطقه بود که اگریسیو نبود. امریکا هم پاسیویتی خود خلاص کرد، خودش بیرون برآمد، اگریشن داخل افغانستان کرد که طالب است و پاکستان هم در است. وقتی که پاکستان در است یک نیروی است که تهدید است برای امریکا، برای روسیه و ایران و هندوستان، و این معنی است که در مقابل پاکستان هم اینا تدابیر پیش از پیش گرفته باشند از 20 سال پیش به بعد. با اون تدابیر اینمی هستند، اون تدابیر تی تی پی است، اون تدابیر تحریک جهاد پاکستان است، اون تدابیر هم گروه های آزادی بخش بلوچ است. امکان داره که پسانا دیگه گروه هم پیدا شد. پس آیسای یک ارگان بسیار نامدار از در کل منطقه و جهان چطور خاموش است به ارتباط؟ فقط یخن پاکستان میگیره و کار ندارد با عوامل پنهان دیگه که سرش یک نام بگذارد، چطور اینا خاموش هستند؟ خب آیسای خاموش نیست، اگه خب پاکستان از نگاه درونی به حساب یک بحران رفت، نمی چند دمی دو سال حداقل، دو سال حداقل، دو سال آخر اینا هم بحران سیاسی پیدا کردن با حساب عمران خان، بعد از اون یک بحران اقتصادی آمد به حساب اقتصاد از اینا که ویران شد و تا حال هم سربران نیست، و دیگه مشکلات امنیتی در عین حالی که اینا دیگه رقم بحران ها رو داشتن، چون که ایران و هند و روسیه درگیر شدن از حساب جنگ های اطلاعاتی، اونام شدت عمل در مقابل از اینا زیاد کردن و در این دوران همین گروه هم پیش انداختن و قوی ساختن و سرمایه گذاری کردن که حالی تک یک مشکل بر از اینا وجود آورده. این کشورها خب دور از تصور نبود که پاکستان وقتی که یک کار را میکنه در مقابلش اطلاعاتی هم وجود داره، مثل راه که 75 سال از با اینا درگیر است، مثل سپاه پاسداران، مثل FSB روسیه و دیگه اطلاعاتی که در منطقه هستن. در مقابل پاکستان وقتی که ما در جغرافیه چهار طرف پاکستان سعی بکنیم، میان متحد ندارن، تمام آسیا دشمن از ایناست، بجز از یک چیز چین که هم تا حد به خاطر منافع استراتژیک خود با اینا هم کار است، دیگه در مسئله امنیتی چین هم با اینا کدام داد گرفتی نداره. وقتی میفهمه که داینده کاری که با امریکا میکنه به نفس خود ما هم است، از او خاطر وقتی که در مقابل یک ائتلاف قرار میگیره و ایسای چی که هر کسی که باشه نمیتونه در مقابل یک ائتلاف عمل بکنه به این رقم، حال معلوم میشه خودش قربانی شده دیگه به حساب. ببینیم که تا چقدر تاثیر میگذاره، بخاطر که هر چقدر اینا تحرکات در افغانستان زیاد بکنن بس ایران و روسیه در شمال افغانستان، این رقمی عملات زیاد میشه در پاکستان. خب یعنی پاکستان بالاخره اگر این حملات استمرار پیدا بکنه عملا چی کاری از دستش پور است؟ یعنی تا چی وقت افغانستان طالب هم متهم میسازه؟ اما طالب چرا خونسرد است؟ یعنی طوری اینا عمل میکنن که هیچ کدام نگرانی از پاکستان ندارن، دلیل چیست؟ بخاطر طالب میفهمه که پاکستان به قدر یک کشور ساده نیست که بخاطر خاطر بیا جنگ مستقیم که طالب بکنه، و هم که طالب که دیگه نیروی که از نگاه تاریخی میتونه اینا رو زیر زبر بکنه، چون اگه اینا که طالب بجنگن طالب دور میخوره به طرف ایران و روسیه، و روسیه و ایران بسیار بسیار خوشا هم میشن که بر از اینا چی بده سلاح بده و مهمات بده که برای پاکستان بزنه. خب بخاطر اینکه طالب یعنی نتورک داره، پاکستان از تبدیل طالبان به یک نیروی نیابتی بسیار مخرب در دست روسیه و ایران میترسه، یعنی از این خاطر عملا نمیکنه که به دست اتحاد به طرف طالبان از طرف روسیه، هند و ایران دراز نشود. بله خب اگر اینا عملا سر طالبا بکنن، خب طالبا تو نیروی نیست که بگه خب برال تو که بادار هستی من خم میشم تو مرا کد راکت بزن، تو خو نیست یک گروه از افغانستان آوردیش خب به حساب نیابتی آوردی که با شما آمده با شما خدمت میکنه، به ایمان نیست که تو را زیر ضربه بگیری و او خودمو تو بگیره، نه وقتی که زیر ضربه آمد دید که بادار دیگه دخصش نیست، بعد میره بادارای نو پیدا میکنه کم نیستن، و دیگه طالب یگانه نیروی سر سرمایه‌گذاری میشه در افغانستان از طرف کلگی. خب یعنی پس پاکستان چی کرده میتونه؟ میتونه خدا انتظار می باشه، انتظار حادثه بعدی که بیا سر حمله بکنن مشابه یعنی حمله خونینی که اخیرا شده؟ خب نه آیسای تک یک استخبارات نیست که وقتی که چیز درگیر شود چوب بشن، آیسای یک از او استخبارات از او اطلاعات است که هند به باتش کشید و افغانستان 20 سال داد این تاری گور کرد، تو خونه است که او بخیش قابلیت نداشته باشه.
قابلیت داره. مشکل چیست که یا در مقابل افغانستان وقتی که انتحاری میکردن واکنشی نبود، عکس العمل نبود، دختر که افغانستان اطلاعات نداشت که به آیسا یا پاکستان بزنه انتحاری بکنه. اما وقتی که در مقابل ایران قرار میگیره یا روسیه قرار میگیره، البته اینا کارهایی کردن. اون فرض مثال در چاچراغ که حمله شد چند بار، در بلوچستان چند بار سر سپاه پاسداران حمله شد، کل از این کارهای می کادرای آیسا است که در بین نیروهایی که در داخل ایران است نفوذ دارن. اتفاق نیست که اینا کاری کردن نتونن، اما اینا در یک نقطه قرار گرفتن که در ائتلاف برابر شدن. حالا چون جنگ تنها جنگ پاکستان ایران نیست، یا جنگ بین پاکستان افغانستان هند باشه، این رقمی جنگ جنگ جهانی است، یک جنگی است که از اوکراین شروع شده تا فلسطین و تا افغانستان است، یک مثلث کلان است. این مثلث کلان است، اینا لحاظ پاکستان نمیکنن، و اگر پاکستان دست به شدت عمل زیاد بزنه یک موقعیت بسیار اساس خراب داره. حالا چرا که اینا یک موقعیت دارن که اگر دست به شدت عمل بزنن، اقتصاد ضعیف، امنیت سیاسیش هم، ثبات سیاسیش هم ضعیف است، و اگر از نگاه امنیتی هم زیر ضربه است، بخاطر که او کادرایی که در مقابل از اینا عملیات میکنه کادرای نو نیست. یگان تا از دور از زمان هند تاسیس شده، فرض مثال می چیز دولت های بلوچستان، شبه نظامی بلوچستان، تی تو پی، اونا از زمانی که خودشان طالبان را ساختن و بعد از او تقسیمات شد بین استخبارات های متفاوت، او است که همین تولیدات خود پاکستان در ظرف 40 سال اخیر حداقل خودش تقسیم به هر کس شده. حالا که اینا تی تی پی فرض مثال چیز بسیار سردرد شکایت دارن، یکی تی تی پی هنوز هم یک بخش از دست پاکستان است. تی تی پی از ساخته پاکستان بود، چون عقبه طالبان افغانستان بود از 20 سال آخر. اما چرا تحریک جهاد پاکستان از تی تی پی خود جدا کردی؟ هم کادرایی است که دیگه از آیسا با آیسا کار نمیکنن، اینا تحت یک رهبری دیگه رقم یک استخبارات هستن. یک از این خاطر گزارش دیگه هم هست، میگن که بخش زد پنجاب تی تی پی رهبرش در اصل عمران خان بوده. ای تا چی اندازه میتونه مثبت ایتن درست باشه؟ خب یک تیوری است که میگن که عمران خان یکی از کسایی است که بسیار رابطه نزدیک با طالبان و تی تی پی داره. البته این گپ درست هم است. از زمانی که طالبان در افغانستان آمد، عمران خان بسیار رابطه نزدیک با طالبان داشت، حتی بسیار کمپاین هم میکرد که زودی به رسمیت بشناسن. خودش وزیر خارجه خود فرض مثال اونجا روان کرد که بر از اونها بسیار کمپاین بکنه در ملل متحد، و دیپلمات‌های پاکستانی که وجود به خود پاکستان خدمت بکنن، و عمران خان معذرت کرد که برای از طرفداری از طالب گپ بزنن. این تو گپا داره. خب ما همیشه یک برنامه سابق ساخته بودیم که عمران خان فعلا در زندان است، و در پاکستان یک مشکل در سطح رهبری به وجود آمده که بین پشتونا و پنجابیا، پنجابیا قدرت از پشتونا گرفته، همو حساب آسمونی رو دیگه و دیگه که از سالهای 1980 به بعد. عمران خان بعد از بسیار سالها، تقریبا 20 سال بعد است که یک رهبر پشتون در صحنه سیاست پاکستان تانسته که به دولت ارتش پاکستان با فرض مثال به چالش بکشه. یه آدم حالا در زندان انداختن، کشتهش نمیتونن، چون یک رهبر تمام پاکستان است، هم پشتون است از یک حساب. و دیگه ای که تی تی پی و اینا و طالبا و بسیار رابطه خوب دارن با عمران خان، از سابق هم داشتن. امکان داره که چیز عمران خان بگن که به حساب یک رهبر از تحریک جهاد پاکستان باشه، اما عمران خان یک کسی است که طرفدار اکستریمیسم در پاکستان نیست، و می دولت پاکستان به میسترش قبول داره، و حتی میگه که باید دموکراتیک تر از این هم شوه، و ادعای از او دیگه چیز است. وقتی که تا یک تیوری میخزه، بسیار یک تیوری گدوات است، بخاطر که خب عمران خان در از این حساب سرش کار شده. ارتش البته یک دست به یک عمل هوشمندانه زد که انور الحق کاکر از لندن آوردن، پشتون است، آوردن صدر اعظم موقت ساختن. این انتخاب یه آدم به عنوان یک پشتون حتما محاسباتی داره که تاثیرات یک به اصطلاح یک طغیانی که اثر نبود عمران خان برخواسته او را خاموش بکنه. خب این آدم که آوردن به خاطر همی آوردن که انتقادهای زیاده در بین چیز امی پاکستان است، البته در بین خود حکومت و ارمی مقامات پاکستان، که پنجابی ها تمام کادر امو دپارتمنت های چیز مهم دولتی را به دست خود گرفتن. عمران خان کل دعوایش هم سر ازمی بود از یک حساب که شما چی میکنید. و وقتی که عمران خان اینا در زندان انداختن، باز به خاطر از اینکه همین مشکلات همین جوشی که در بین از اینا با وجود آورده کم کم بکنن، باز گفتن این یک پشتون ما میریم نخست وزیر میسازیم. اما همه گی میفهمه که انوار الحق کاکر کس یک پشتون چیز هم از بلوچستانی هم است، از منطقه بلوچ از پاکستان است، اما یک کسی است که مطلق به آسم منیر وفادار است و هیچ ربطی به می جنبش پشتون ها یا به می حسابه که دعوای پشتون ها نداره. پشتون ها میگن که باید قدرت در پاکستان بین دو نفر تقسیم شود، دو قوم پنجابی پشتون. و برای فعلا نمی رقم یک مشکل هستم، اما انوار حق کاکر کدام مشکل حل نمیکنه. در دراز مدت امیال منظور پشتین اینا بندی کردن و تا حال آزاد شام نکردن. چرا بندی میکنن مردم امی رهبرای پشتون اینا؟ بخاطر کل از اونم یک دعوا دارن، یا حاکمیت به سر پاکستان یا میاد تی تی پی میگیره این چیزه پاکستانه. خب اینجا ما نمیتونه که در یک منطقه ای که پشتون ها در دو طرف سرحد 100 سال از 200 سال از حکومت میکنه،
امروز شما یک شبه بیاین بگوین که نه یار ما ای چیز میکنیم منزوی میکنیم دی طرف پنجابی دی جا قدرت بگیره در وجه دیگه کسی تو نه و پشتون ها دیر یازد قدرت خواه پس میگیره. پاکستان یک دست به یک اقدام دیگه هم زده که در گذشته یک اقدامات هیچ نتیجه نداده، مثلا بستن مرزها و انسداد رفت و آمد مردم از این طرف و او طرف. 2600 کیلومتر مرز مشترک بین افغانستان و پاکستان است. یعنی اینا آیا موفق می شوند که مردمی که در طول برای همیشه یعنی زندگیشان از روی زندگی همدیگه تعریف میشه، در این طرف سرعت در اون طرف سرعت، صبح میشد دکاندار میامد در این طرف در دکان خود و شام خانه خود میره و اون طرف، از این طرف هم عین شکل. اینا که بسته کردن این سیاست جواب میده؟ خب نه این سیاست جواب نمیده بختر. خب یکی بسته کردن سرحد هم جز از این پالیسی است که اینا میخوان که دو طرف از پشتونا را باز از لینک شدن به که دیگه البته یعنی مانع شوند، چون طالبان در افغانستان آمدن و عمدتا پشتون هستن و یک قدرت است که البته خود پاکستانیا باور به دارن که باید به دست خودشان باشه، اما پشتون های طالبان چیز افغانستان تقسیم است بین کشورهای مختلف. اونا ترسشان از که وقتی سرحدات باز باشه می کادرهای استخباراتی ایران و روسیه که در بین طالبان نفوذ داره اینا من این طرف سرمایه گذاری میکنن امنیت ما رو خراب میکنن. بازی از اینایی بود، اما چیزی که اینا زیر نظر میکنه ایست که طالبان از ریشهشان پاکستان است، این کسایی که طالبان افغانی هم است که عمرش در پاکستان ته شده و اینا در اونجا نتورک دارن، در اونجا نتورک دارن، در اونجا مدارسه که اینا درس خواندن، در اونجا بسیار مردم ها را یا میشناسن. حتی از مسابقه می چند وقت پیش وقتی که اقتصاد پاکستان خراب شد، افغانستان محکم اقتصادش برباد بود، یک بخش از طالبان چیز از صرافای پاکستانی در کراچی استفاده میکنن که پول چیز دلار را وارد افغانستان بکنن. نتور خود دارن یا پیش از بچونی هم رهبرای چیز هستن. بعد شد اما مشکل امنیتی ری بند کردن سرحد واضح میکنه، بند کردن سرحد بر مشکلات امنیتی پاکستان این ربط نداره. تی تی پی در مناطق قبایلی است، اکمالات از دیگه طرف میه، مثل که بلوچا میه، بلوچا از افغانستان نمیه یا از ایران به درست بر فعلا که بند است، یعنی گپ ایست که ای اما رای زندگی دو طرف است، این رای زندگی را اینا چطور تصمیم گرفتن که بند بکنن؟ یعنی کوتاه مدت است، این تا چی وقت میتونه ای باشه؟ در دراز مدت خب منتج به یک انفجار دو طرفه میشه. خب اینا چیزی را که بند کردن اول بند کردن نمیتونه بختار. وقتی که سرحد افغانستان شما میخواین با پاکستان بند کنید، سرحدات را بند میکنه مثل تورخم و سپین بولدک مینا. اما در اگر بگن که یک تدابیر امنیتی است، خب تدابیر امنیتی است که شما تمام کوهایی که بین افغانستان و پاکستان یک وصل است وارش شما بگیرین بند بکنین، نو امکان نداره. زمین بدخشان یک خیز پرت و بالتستان و چترال میرسی، این کارا امکان نداره. خب به هر صورت کارهایی که اینا کردن به حساب یک به گفته خودشان تدابیر امنیتی است و یک مهاجرین افغانستان که اینجا رفت آمد میکنه باعث مشکلات امنیتی شده، معلوم نیست که یک شبه چطور افغانستانی هایی چی شده، مشکلات امنیتی با پاکستان شده. تو نیز و میخواد فشار سر طالبان و طرف زیاد بکنن دیگه و دیگه، اما به خاطر که طالبان هم که سال یک دروازه دیپلماسی دارن با روسا و ایرانیا و ایندیا، اینا به خاطر که یکم زیر فشار قرار بدن که یعنی ذات هم نوک دیپلماتیک تانه یعنی روابط تانه با دیگر آزاد محکم نکنین، از طرف پاکستان یک فشار میتشان که یعنی هنوز هم امو ریسمان در دست ماست که کمی وار زیر فشار قرار بده، اما در دراز مدت این نتیجه نمیتن. طالبا استرسه از استرسه دور شده روان است. این تحریک جهاد پاکستان که اشاره شد که رهبرش اصل در اصل از افغانستان است، اگر چنین است چطور پاکستانی را عنوان نمیکنه؟ پاکستان عنوان میکنه، البته تحریک جهاد پاکستان که وقتی که اینا تعریف میکنن خود پاکستان انتلیجنس پاکستان گفته که رهبر از همی مولانا عبدالله یاغستانی که از کنر افغانستان است که در پاکستان زندگی کرده و البته یاغستان هم منطقه سرحدی است، او گفته در جایی که کلان شده یا درس خوانده یا رقم یک بوده اونجا نام هم منطقه رو سر خود زده، یاغستان منطقه قبایلی پاکستان است در همسرحد با افغانستان. یا نام میگیرن میگن که یادم یاغستانی یک چیز افغانستانی است، اینا آمدن یک گروه ساختن یا گروه تروریستی هستن، اما یادم خوب گپ نمیزنه، یاغستانی خو نمیگه ما افغان هستم یا چیزه، ای خو میگه ما تحریک جهاد پاکستان به خاطر جور کردیم، ما میخوایم که یک حکومت یک سیستم اسلامی در پاکستان به وجود بیاره و بازار جهاد مسلحانه بخی هم هدفش هم تو صاف است، معلوم دار سی هدف خودش تعیین نکرده، یه هدف کسایی تعیین کرده که گروه رو برای جور کرده. امو بلایی که پاکستان سر افغانستان آورد تطبیق کرد، حال امی موجش برمیگرده به طرف پاکستان، یعنی به ترتیب ای موج منطقی است، پس موج
یعنی بالاتر از سطح افغانستان بالاست، از سطح طالب افغانستان بالاست. این مدیریتش در دست نیروهای فرا افغانستانی باید باشه، اما از داخل قلمرو افغانستان. تو خاص اینا رابطه با طالبای افغانستان در کابل قندار ندارن، اینا نیروهایی هستن که مستقیم رابطه دارن با استخبارات های که آیسای درگیر از افغانستان، این از حساب سپاه پاسداران اف اس بی و را اینا خواستن. یک چیز بسیار مهمه دیگه در باره می تی جی پی براتون بگویم که چیز است تحریک جهاد پاکستان، کس که گفت که یک سازمان واحد چیز است که میخواد که در چیز پاکستان یک سیستم اسلامی رو وجود بیاره به زور جهاد مسلحانه، عین شعاری که پای چیز پاکستان یک زمان به طالبان مجاهدین در افغانستان میداد، نه حالا که سر خود پاکستان اینا میدن، خود از این یک سمبولیک گپ است. دیگه هم چیز جنگ حماس اسرائیل که شروع شد بسیار عجیب، اینا تحریک جهاد چیز بسیار زود که حمایت خود از حماس اعلان کرد، یکی دیگه باز یک انفجار شد در تاریخ پاکستان جهاد اینمی تحریک جهاد او که چیز است. یک چیز دیگه هم شد سال 2023 در خار یک منطقه چیز است پاکستان است، وقتی که یک بم گذاری شد چیز دم جای داعش را به عهده گرفت، این تحریک جهاد را محکوم کرد، گفت داعش ما محکوم میکنه، و داعش کی محکوم میکنه؟ کسایی که داعش محکوم میکنه، کسایی که اسرائیل محکوم میکنه، کسایی که سر پاکستان جهاد اسلامی میخواد، کی هستند دیگه؟ معلوم دار ایران و هند و روسیه هستند دیگه. خب پس به این ترتیب پاکستان باید در یک جای پاسخ بده. پاسخ در کجا داده میشه؟ پاسخ میده، پاسخ یا در ایران میده یا در افغانستان شاید بده یا در هر جایی که اینا دستشان برسن میتونه پاسخ بدن، اما پاسخ از خب اینا اینا باید توقع داشته باشن که اصل عمل هست. افغانستان قدر پاسخ گرفته که یه جای برای پاسخ گیری نداره. نه ما که افغانستان میگم، در افغانستان ما چیزا نمیگم که ما باید طالبان را بزنه یا مردم عادی را بزنه، نه او دکترای سیاه یا ایرانی را در افغانستان مثلا میزنه، سفارت کدام کشور میزنه؟ قبلا دار سفارت زدن. روزی روسیه رو یک بار زدن، خب قبلا زدن بله، اما امکان داره در بلوچستان ایران باز حمله بکنه، در اونجا چند بار حمله شد، خب در شاشرای هم حمله شد، خب اینا درست. البته یک نتورک کلانتر در ایران هم داشتم که ایران یک چند وقت پیش چیز چقدر نفره گرفت، دو درجه نفره دزگیر کرد. بله 35 نفر گرفت و همینطور خپ و چپ ماندم که گفته نشد کی هستند. حالا در واکنش به این حادثه که در پاکستان اتفاق افتاده، سفارت ایران در اسلام آباد امی حمله را محکوم کرده. هیچ اینمی خودش یک معنایش چی است؟ معنایش است که قدر عملاتی که پیش از این شده بود دوران باید محکوم میکرد دیگه، چرا امیر محکوم داره اون مسیج میتگه یعنی ما هستیم. خب این مسیج را به این شکل نمیتونم، میخواه که همگرایی بکنن و امکان داره که بر از اینا بگه که اینا ما محکوم میکنیم، اگر چیز محکوم میکنیم ما چون این عملات در پاکستان نمیخوایم یا چی میگه که کم در کدام جای اینا تناب کم احساس کردن در گردن ایران پاکستانیا، اینا تگ عمل سرشان انجام دادن و گفتن که چیز تناب اساس کجا زور نگوه، و این تگ مشکل خوبی یک چیز امتیازگیری دیگه برای هست. پاکستان ایران است. از زمانی که جنگ اسرائیل شروع شده بود، امیر قم حملات در داخل پاکستان از شدت خود کاسته بود، یعنی کم شده بود. این حال 2 ماه بعد از حمله حماس بر اسرائیل که در پاکستان حالت آرامش بود، دوباره حملات شروع شده. یعنی خب همین دور دوم یا دور سوم جنگ اگر گفته شود، بعد از اینکه پوتین خاور میانه آمد و بعد از او رفت کرد رئیسی در مسکو دیدار کرد و بعد از او شدت عمل کلگی در منطقه در مقابل امریکا زاد شد، وقتی که اینا رفتن در اوج ما شما خبر شدیم که فسیودین از زندان کابل خود اعلام شد رفت شمال اوج تدابیر خود بگیره اوج آمادگی خود بگیره، معلوم میشه که بعد از پوتین آمد کرد نتانیاهو هم صحبت کرد، معلوم میشه که بین شرق و غرب می جنگی که روان است یک نقطه بالاتر رسید، یک سطح همین جنگ یک سطح بالا رفت، حالا چرا که بین از اینا که هم توافق مذاکره حال صورت نمیگیره به حساب، حماس هم جنگ شدت پیدا کرده در افغانستان هم تحرکات زیاد شده و خود ما خبر داریم که خود ایرانی هم که دو تا از قماندان های مقاومت هم اعلام کردن که برن پنجشیر و دیگه اسماعیل خان هم در این روزا بالا آوردن و در مقابلش پاکستان هم که همی باید چیز از طرف امریکا باید کارهای خود در افغانستان بکنه، وقتی که همی فیز سیوم از همی جنگ فعلی جنگ جاری جهانی که شروع شد این حمله در سر پاکستان صورت گرفت، به خاطر که امکان داره که اینا کدام کاری در افغانستان کرده باشند که مستقیما به روسیه و امنیت روسیه و ایران در خطر چیز تهدید کرده امنیت از اونا را و اونا زود اینا را زیر حمله فشار قرار دادن با این حمله که یعنی یک قدم عقب بره تا که چیز پاکستان نتونه که چیز امی تهدید پیش ببره، بخاطر ما خبر داریم که تقریبا 2 سال است چیز
از این زمانی که طالبان آمدن و این پروژه شمال هیچ شروع نمیشه. چرا؟ به تعویق افتاده، به خاطر که پاکستان زیر فشار است. پاکستان وقتی که امریکا میگه فلانی کار بکن، او نمیتونه کار بکنه، به خاطر میگه که من کار بکنم اینه در اینجا ضربه میخورم، یاد فلانی جای مرا میزنن، یا امنیت ما برباد میکنن، ثبات داخلی خراب میشه. خب اما پاکستان زیر فشار است. نیم میلیون نفر به اصطلاح در افغانستان داخل کرد، یک دبستان. این نیم میلیون نفر خود آمارهای رسمی هم میگه که نیم میلیون نفر، و این نیم میلیون نفر هم شمال. در حوزه هزارجات و در تمام جا تقسیم شده روان است. چیزای اینا کارا خود میکنن. بله، کارهای خودم میکنم. خوش شبکه اقانی در افغانستان داره چیز از مستقیما امون نماینده آیسای است. اونا آیسای هستن، اقانی آیسای است. اونا خواستن و کاری که پاکستان برشان میگم میکنن. در افغانستان گروه طالبان چند تقسیم است. یک اقانی یگانه چیزی است که همیشه با پاکستان است رابطش نزدیک بودن. در طالبایی که در افغانستان ما فرض مثال سرشگر حساب شوه که بگویند که این چیز است با ایران رابطه داره، ما همیشه گفتیم که طالبای قنداری و دورانی است. حالا یک چیز دیگه بسیار مهم درباره از این چیز که کسی که در اینجا انتحاری کرده می حسن گنداپوره که میگن که انتحاری کرده در اینجا، اینه میگن که مساقله المند است. خب طالبای المندی از نگاه تاریخی رابطهشان با ایران بسیار نزدیک است. خود از این هم میتونه اصلا دروغ باشه که المندی را سر از این تحک کرده باشن سر از این نفر، اما در پشت از این هم یک مسج است. به هر صورت پاکستان کار خود میکنه. پاکستان ماموریت امریکا را در اینجا به عهده گرفته، مدیریت به عهده گرفته و باید مسئولیت خود انجام بده. تا زمانی که می سیستم پاکستان تحت حسن منیر است، او باید این کار انجام بده. در صورتی که در پاکستان که هم جنگ داخلی در بگیره یا کودتای در بگیره که حسن منیر از قدرت پس بکنن یا چیزی، تا وقت پاکستان این کار کرده میره و باید ماموریت امریکا را پیش ببره. خب از اینجا بدون از او دیگه جنگ های نیابتی دوام داره و من فکر میکنم سر ایران یا دوباره هم شاید بکنن. زورشان به چند جای میکشه، مجر از باز کوشش میکنم. پس همو گپ محمد عمر داوودزی است که چند پیش گفت که حملات بر پاکستان افزایش پیدا میکنه. بله، این می عملات که افزایش سر پاکستان پیدا کرده به خاطر که فیز سیوم جنگ شروع شده و در فیز سیوم جنگ تحرکات در افغانستان افزایش یافته از هر طرف، از او خاطر حال پاکستان دوباره زیر ضربه رفته. ای تحریک جهاد پاکستان که حال ما شما هنوز تریلرش گفته یگان تا میبینیم، اینا بسیار یک گروه خطرناک هستن. از زمانی که اینا اعلان ظهور چیز حضور کردن هم ظهور یا چیز ایجاد شده فوریه 2023، عملاتی که اینا انجام داده عملات های عادی نبوده. این رقمی در پاکستان هیچ کس حمله نکرده. اما فوریه 2023 که اینا چیز کردن اعلان موجودیت کردن، یک ماه بعدش در 6 مارس اینا در بولان یک انتحاری کردن، سه چیز 9 نفر امنیت های پاکستان کشتن، 13 نفر زخمی کردن. بعد از او 2 ماه بعدش در 12 می در مسلم باغ یک چیز کردن، حمله کردن در مجتمع نظامی که در اوج منجر به کشته شدن بسیار نفر شد، 7 نفر سرباز کشتن. بعد از او در جولای یک 2 ماه بعد از او تقریبا می جون جولای، یعنی 2 ماه بعد از او در جوب حمله کردن. اگر یادتان باشه ما در جوب که دیم 9 سرباز کشته شد و پایگاه را تا یک چند دقیقه گرفته بودن، در یک چند ساعت زیر کنترلشان بود. در دیگه کراچی باز پایگاه رو تیارات رو در دادن، تیارات هم در دادن در 4 نوامبر، این زیاد هم نیست، یعنی چیز 4 نوامبر میان والی که حمله شد، نه دیونی میرفت تی جی پی در چیز گرفت با او در گرفت. فینال 12 دسامبر اینجا را زدن. این رقمی که ادامه پیدا بکنه به ایمانه که امی رینج از یا رینج عملات از یا بین یک ماه و دو ماه است. به ایمانه که هر ماه یا هر یک و نیم ماه ما باید یک توقع داشته باشیم که اینا یک جایی را در پاکستان بزنن. این رقمی که ادامه پیدا بکنه پاکستان به خیلی تلفاتش به اندازه اسرائیل میشه. این رقمی نکته قابل بحث ظاهرا این است که این حرکت یا می تحریک جهاد پاکستان یک حرکت افغانستانی یا حرکت پشتون افغانستان تصویر شده، یعنی این حرکت پاس پاکستان نیست، این تحت رهبری پشتون افغانستان است. کل فلسفه تحریک جهاد همی است. خب پس این ترکیه است، حسن گنداپور که انتحاری را انجام داده از هلمند است، و این رهبر از اینام که از یاغستان است، هم خود آیسای میگه که او از افغانستان است. پس معنایش چیه؟ خب یعنی که یک شمشیر از افغانستان در شکم پاکستان داخل شده و این همیشه شور میخوره دیگه. یعنی پس چی شد و محاسبات پاکستان و عمق استراتژیک، مثل که عمق استراتژیک با مواد و مصالح ایران و روسیه پر شد، پرکاری شد. خب او برنامه عمق استراتژیک تا زمان موفق بود که در مقابلش کدام چالش یا چلنج وجود نداشت در افغانستان.
ایران یک کشور ضعیف بود، روسیه تازه از فروپاشی شوروی تازه بالا می آمد و از چهار طرف ناتو را در محاصره کردن بود. پاکستان از این زمان جهاد دیگه به بعد بسیار یک دوره طلایی را در منطقه خود تیر کرد و افغانستان تا که تانست تار و مار کرد و از او به خود نفع کشید. اینا همین محاسبهشان هم که کردن، محاسبه آینده خود هم کردن، به حساب اونم فکر کو نکردن. اینا ایره محاسبه نکرده بودند که اگه ائتلاف شکل میگیره در آسیا که از چین و روسیه و ایران و هند در مقابل از اینا متحد میشه همزمان، یعنی هم دست میشه در منطقه افغانستان تا که امریکا و پاکستان از بیرون بکنن. اینا یک محاسبه که اینا درست نکرده بودن این بود، دیگه محاسبه که اینا نکرده بودن این بود که فساد داخلی پاکستان ایارا چطور زمین گیر میکنه. و فساد داخلی پاکستان باعث شده که اقتصاد پاکستان ویران شده، فساد قدرت در پاکستان باعث شده که یک خلای قدرت در پاکستان به وجود آمده که پنجابی ها قدرت گرفته و قشر دوم قدرت تاریخی پاکستان که پشتون هستن اونا منزوی شدن. از او خاطر یک بحران پایچیز قدرت پشتون ها به وجود آمده که منظور پشتین و عمران خان و دیگه کل از اینا را اینا بندی میکنن. اینه تو محاسبات یا چند جای زیر ضربه رفتن که محاسبات داخلی از بسیار خراب بود دیگه. در افغانستان وقتی که اینا طالبا را آورده بودن اینا توقع نداشتن که تک صدت عمل صورت بگیره در مقابل از اینا، که یک دفعه تی تی پی و بلوچستان اینا سر از اونا قدر عملات شدید بکنن بخاطر که توقع نداشتن ائتلاف شکل بگیره. اما حال شکل گرفته ای که پشتونای افغانستان میگن کالی عامل شده به خاطر ام تی جی پی یا می تحریک جهاد پاکستان، ای خامو جز اونمو برنامه است. همو برنامه است که ما سالا گفتیم که هر وقتی که جنگ به طرف پاکستان بره فقط می عامل پشتون است که جنگ به طرف پاکستان برده میتونه و اینمی تی جی پی یک از عوامل است جنگ بالاخره به اون طرف میتونه کشانده. به این رقم عملاتی که اینا میکنن عملات عادی نیست که سروازکای سرسرک بره اوجا پای وای پاکستان رو بزنه. پاکستان ارتش پاکستان بزنه یک ارتش پروفشنال قوی است، به قصاده که سر از اون حمله کردن نمیتونه. وقتی که اینا من حمله میکنن این رقم پلانینگ میکنن یا آدم های عادی نیستن. اینطور دیده میشه که کشورهای منطقه پاکستان طالبه که در کابل قدرت گرفته ایره نگاه کردن یک طرف، یک جریان دیگه پشتونی را وارد پاکستان ساختن که هم رنگ پاکستانی داره هم نام پاکستانی داره و هم این کاری که پاکستان کرده. طالبان میگن این افغانای خود شماست، این طالبای مدارس بودن در مدرسه درس خواندن، این آمدن عدالت تامین میکنن شریعت در افغانستان. طالب خب اینال این طالبی که آل رفته زده این طالب به نام پاکستان است اما اصلش را از پشتون افغانستان است. این بله یک چی بگویم یک دیزاین نو است، یعنی یک تولید نو است. بله بنابراین این میتونه حملات بسیار بسیار مرگبار دیگه را یعنی زود به زود در افغانستان در پاکستان سازماندهی بکنن. پس ما میتونیم انتظار داشته باشیم که دامنه جنگ هم عمیق میشه در اینجا هم کلان تو وسط پیدا میکنن. یعنی در کل نتیجه گرفته میتونیم که امون جبهه سیومی که از اسرائیل خطا بخوره بیایه دوباره و نه به افغانستان بلکه بر پاکستان خواهد آمد. خب پلان همی است از طرف روسیه و ایران که جبهه که در افغانستان اینا میخواین جنگ ایره که اینا میخواین اکسپورت بکنن یا صادر بکنن به طرف ایران و روسیه به یک طریق جنگ پرتاب شده به طرف پاکستان که همون جنبه تاریخی را پیدا بکنه. وقتی که ما از عامل پشتون یا قوات های پشتون صحبت میکنیم در مقابل پاکستان یا در قدرتگیری در افغانستان یا حوزه چهار طرف افغانستان، یه گپ نو نیست، یک جنبه تاریخی داره. در زمان قدیم در دوران سلطنتی هم وقتی که دهلی قوی می بود همین مردم خیز منداخت سر ایرانیا سپورت میکرد، وقتی که ایرانیا قدرتمند میشن یا پرتاب میکردن سر هندوستانیا. اینمی پشتون ها عامل دو طرف بود. خب یک دوره که پاکستان خود تیر کرد که یا ایره بیگ عامل به خود تبدیل کرد آمد در افغانستان زیر زبر کرد، حکومت ها رو سقوط داد، طالب آورده. حالا نوبت از ایناست که نالی یار پس دور بتونن جمع بکنن و پس پرتاب بکنن سر از اونا. این دوره تاریخی است. پاکستان که است باید جنگ به طرف پاکستان بره. اگر جنگ به طرف پاکستان نره در افغانستان نگاه کردن جنگ به این معناست که دیر یا زودی جنگ به طرف ایران و آسیای میانه پرتاب میشه. فقط همین اصلا همین نگاه جنگ نه تنها همین مانع شدن از گسترش جنگ به طرف آسیای میانه و ایران باید هدف باشه، بلکه هدف ای باید باشه که جنگ در افغانستان هیچ وجود نداشته باشه. این جنگ باید به یک طرف پرتاب شده که از خود از یا دورتر باشه و این طرف پاکستان تنها پرتاب شده میتونه، دیگه جایی نیست که یا پرتابش بکنه. اما پاکستان است، از اون خاطر است که گروه ها تاسیس شوی. گروه های نو نیست، اینا از سابق وقتی که امریکا که پاکستان دوباره آمد همی جمهوریت آوردن و طالبای اولینگر زدن
وقتی که اینجا آمدن، ایران و روسیه و هند و اینا پلانش داشتن و میفهمیدن که روزی که امریکا جا برای اینجا باز یک بی‌ثباتی یا یک تناسب از بین میره و بعد از این تناسب باز منجر به یک بحران جنگی میشه که یا در ایران ختم میشه یا در آسیای میانه، و ما مجبور هستیم که این بحران هم اینجا جمع کنیم پرتاب کنیم به سر پاکستان. پلان اینه میست و پلان هم زیر کار است. جبهه سیوم جبهه افغانستان است. ما میشم میگیم که جنگی که امروز در حساب جهانی روانه است، اوکراین و اسرائیل و دیگه و دیگه، از افغانستان شروع شد 20 سال پیش، 20 چند سال پیش که امریکا با وارد افغانستان شد با سقوط طالبان. اونو دورانی بود که امریکا آمد، دوره طلایی امریکا 20 ساله شروع شد و حالا که امریکا میخواد یک دوره طلایی خود تو تمدید بکنه، اینا اجازه میتن، اینا جبهات سرشان واس کردن، در اوکراین یارا زدن، در اسرائیل یارا زدن میرن، در اسرائیل البته خاورمیانه در کل میتونیم حسابش بکنیم. و دیگه جبهه افغانستان قضیه یک جبهه بسیار کلان است و امریکا قد از سرمایه‌گذاری که فرض مثال در افغانستان داره، من باور ندارم که اونا حتی در خاورمیانه هم داشته باشن، باختر که در خاورمیانه یا زاد زاد اگر تهدید بکنن ایران رو تهدید میکنن، اما در حوزه افغانستان اینا میتونن که تمام ابرقدرت‌های دیگر تهدید بکنن، هم ایران هم چین و هم هند و هم روسیه را. بسیار یک جبهه اساس است به کلگی، برای کلگی از اینمی جبهه هر کسی که به درستی استفاده کرد برای انتقال جنگ به سوی دیگر، او این نظم نوین جهانی رو نمو تعیین میکنه و جنگ اونم برنده میشه. اینمی افغانستان منطقه است. عامل پشتون عامل بسیار مهم است در حساب پاکستان. شما میتونید، ما شما از کمربند هندوکش صحبت میکنیم، بله کمربند هندوکش یک کمربند امنیتی دفاعی است، اما یک کمربند نیست که پاکستان رو به بحران بکشه. این میتونه که سرحدات ایران و روسیه را به اندازه محکم بکنه که عامل پشتون اینا نتونن از سر از دیوار تیر بکنن به طرف آسیای میانه. اما بله وقتی که دیوار جور میشه باید عقبه ای گروه شود. بله خب کمربند هندوکش عقبه نمی تی جی پی میشه که ما امروز صحبت میکنیم، این تحریک طالبان پاکستان، این می تحریک جهاد پاکستان، این هندوکشی که اینا میخواین تاسیس بکنن کمربند امنیتی، بالاخره عقبه نمی میشه، بخاطر که هر طرفی که شما جنگ میخواین انتقال بدین باید یک طرف عقبه داشته باشه. سابق عقبه جنگ افغانستان پاکستان بود، در آینده عقبه جنگ پاکستان افغانستان میشه. این می روان جریان داره، برای میشه جریان داشته. خب یعنی به این ترتیب نیروهایی که در هندوکش است یا از طالب است یا غیر طالب، به عنوان پشتوانه جنگ دراز مدت تحریک جهاد پاکستان استعمال خواهد شد، یعنی بهترین موقعش است و بهترین جایگاه را دارند. بالکل اگر از نگاه استراتژیک ما فکر بکنیم، افغانستان جغرافیش بسیار یک جغرافیه هم که مساعد برای پناه دادن برای گروه های نیابتی است. سالا گروه های نیابتی دیگه در مقابل دیگر استفاده شده. وقتی که هندوکش اینا جرم، خب اگر هندوکش کمربند تاسیس میشه و کمربند هندوکش وقتی ما صحبت میکنیم تنها هندوکش نمیگیم، شمال افغانستان در کل که از هرات تا بدخشان و بعد از خود هندوکش ها کوهستان ها پنجشیر و اندراب و امو شمال بگرام، وقتی که این حوزه را اینا موزه چیز کردن، کنترل کردن، امنیتش گرفتن و تانستن که طالبان را یا نیروهای چیز عوامل پاکستانی را از بیرون برتن، از شمال به جنوب پرتاب بکنن، بعد از اینا دیگه طرف شمال که رفتن نتونن، این عوامل خود به خود به طرف پاکستان میره به طرف پرتاب میشن پاکستان. و میره به طرف پاکستان، به طرف نیمه دوم خود، از جایی که تولید شده، از جایی که بر یار به وجود آورده. و بسیار گپ جالبی است که اینا همی مشابهت های زیاد با پاکستانی ها دارن نسبت به مردم افغانستان. از خاطر بسیار آسان است که رو طرف پرتاب هم بکنی، نتورک هم بسازی، سر از واتاپشان بکنی، تحمیلشان هم بکنی. و دیگه هم دلیلی است که میتونن سر از استفاده کنی. فرض مثال تحریک جهاد پاکستان میگه که ما میخوایم که سیستم اسلامی در پاکستان به وجود بیاریم بس توسط چیز به وسیله جهاد مسلحانه. خب پاکستان میگه نه، شما این کارو کردن نمیتونید، شما تروریست هستین، سر ما جنگ اسلامی جایز نیست. چرا؟ که ما یک حکومت اسلامی هستیم. خب پاکستان چی نه حکومت اسلامی است که جمهوری افغانستان نبود، هیچ فرق بین از اینا اونا نیست خب از حساب چیزه. به این ترتیب یعنی دلیل حمایت نکردن کشورهای منطقه، روس و هند و ایران، چین، دلیل حمایت نکردن از اینا از مخالفان مسلح طالبان که شامل جبهه مقاومت باشه، جبهه آزادی باشه و همیز ده ازبک ها باشد، تاجک ها باشد، هزاره ها باشد، یعنی دلیل حمایت نکردن از اینا ای است که جنگ از یک طریق دیگه به مرکز اصلی تروریزم که عبارت از پاکستان است بردن. بنان افغانستان باید امن باشد. خب وقتی که ما از نیروهای شمال صحبت میکنیم و نیروهای مرکز افغانستان از جمله هزارجات،
شما افهم میره که نام میگیرین تاجر کوزبک از آنین در منطقه که وجود دارن، منطقه شمالی است یادش، منطقه جنوبی نیست که هم سرحد است با پاکستان. اگر شما نیروهای مخالف طالب را سپورت میکنید، خود طالب باز که شکست بخوره به اون طرف میره که قبلا بوده، باز در دامن پاکستان میره. نه، شما باید کاری بکنید که پاکستان هم یاره از تهدیدی که اینا با ایران و روسیه فعلا به وجود آورده طالبا و زمانی که توافقنامه دوحه شده، اولی تهدید از شمال ختم کنین و قسمی برنامه‌ریزی بکنین که تهدید قدر ختم نشه که یا قدر شما سرکوب کنین طالبه که بخیزه بگریزه پس پاکستان بره. نه، و فقط همین که اول از شمال پرتاب کنین به طرف جنوب، و طرف جنوب که پرتاب شد باز از جمع میتونن که یار صحیح مدیریت بکنن، میتونن که گروه های مقاومتی یا گروه های شمالی یا هندوکوشی دریای آمور هر چیزی که هست وار پشتبانی از اینا بسازن تا یک توافق یا هر توافق مستقیم یا غیر مستقیم یا اطلاعاتی که باز او عقبه از اینا شود، و بعد از او ایرانیا و روسا و ایندیا و اینا سرمایه گذاری بکنن، بازی طالبا را از بین نبرن، این طالبا را جمع بکنن پرتابش بکنن به طرف تحریک جهاد پاکستان، خب باز پس از او به این شود طرف، ببرن در او طرف و پاکستان به یک سیستم شریعتی تبدیل بکنن. پس به این ترتیب در دراز مدت یعنی میشه که آدم فکر بکنه که بعد از سرکوب شبکه اقانی که به اصطلاح شمشیر آیسای است، خب هندوکش ها بعد از سرکوب از اینا امکان همسویی طالبان غیر حقانی با سایر اقوام و سایر جبهه مقاومت و جبهه آزادی و اینا احتمالش پس وجود داره، البته با فشار و میانجیگری کشورهای قدرتمند بیرونی. بله، خب در افغانستان فقط مشکلی که وجود داره است که خب حقانی ها کس اون قسم یک گفت مایس ها هستند، دورانی ها که هستند باز تاریخی بسیار نزدیک به ایران هستند، و حتی آدمی 20 ساله که اینا بندی می شدند در گوانتانامو و در زندان های پاکستان و دیگر و دیگر، بازمانده از اینا کلش در ایران پناهنده شده بود و اونجا نگهداری می شد. طالبای هلمندی یکی از نتورک هایی است که بسیار با ایران نزدیک بود از صحابه. و دیگر طالب که وقتی ما صحبت میکنیم، فرض اگر پشتون صحبت کنیم در عموم، پشتون هایی که در همسرحد با ایران زندگی میکنند دورانی هایی هستند که در هرات هستند، در فراه هستند، در هلمند هستند، در قندار هستند، اینا کلش وابسته با ایران هستند از نگاه تاریخی و همیشه بودن. در این طرف وقتی که ما صحبت میکنیم امی لوی پکتیا را که میگیم، لوی پکتیا خب یک سرمایه‌گذاری بسیار طولانی پاکستان بود که به خاطر که نمی خط دیورند که همیشه سر از اینا از دولت های سابق افغانستان که بسیار سر از اینا قال مقال شروع کرده بودن، دیورند 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 اونها مجبور شدن که اول امی لوی پکتیا را به خود یک زون امنیتی جور بکنن، از خاطر اقانی ها را آوردن در اوج نفوذ دادن، حالا اقانی ها اونجا قدرت گرفتن که پاکستان حفاظت بکنه در خط اول پاکستان باشه. اما در طولانی مدت وقتی که ما صحبت میکنیم از با وجود آمدن یک ائتلاف بین گروه های مقاومت و طالبان در مقابل پاکستان، این امکان پذیر است به صورتی که دورانیا از حقانیا جدا شود، یا دورانیا در مقابل حقانیا بجنگه و در پشت سرش گروه های مقاومت استاد شود که البته در آینده اونها از خود یک پوزیشن قدرت باید داشته باشند پیش از پیش. این کار امکان پذیر است به خاطر چی؟ به خاطر که تمام نیروهایی که گروه های مقاومت از صحنه میاره یا اینا رو سپورت میکنه اون گروهی است که پاکستان طالبای درونی را سپورت میکنه، و کسی که اینا رو مدیریت میکنه فقط مدیران از یا میتونه اینا رو یک جای بکنه و با یک هدف متحد بسازه و برای یک هدف اینا بجنگه. حقانی ها رو وقتی که اینا شکست دادن در افغانستان، حقانی عقبش و عقب میره، باید بعد باز بگریزه به طرف پاکستان یا میره سرکوب شوه، بعد از این میمونه طالبا، طالبایی که باقمانده طالبا که از درونی هست، اینا میتونن که جور بیان یا میتونن که چه تحریک جهاد پاکستان این طرف بیارن، میتونن تی تی پی این طرف بیارن، میتونن بلوچستانی ها این طرف بیارن، بازم آیسته آیسته دیگه باز پرتاب کرده برن بله، زون خب امنیتی البته هندوکش میشه شبکه تا اقانی، قادرهای عملیاتی خود طالبای درونی شبکه اقانی جنگای آیندهش مانده، بسیار شبکه اقانی از کابل بیرون رانده میشه، دیر اینا ماندگار نیستن، اما خب جنگ اونا در چند جای قدرت دارن جنگ خود شبکه از اون اقانی. خط خود ادامه میتن از ده خب حاکمیت. همین حوزه شمال که ما شما صحبت میکنیم، این حوزه شمال برای حقانی ها داده شده، یعنی پلانی که اینا برای انداختن به طرف دریای آمو که تروریست ها را برده میرن، یه منطقه است که چیز شبکه حقانی دو مسلط است، پس در کابل که هستن، در لوی پکتیا هم هستن، در بدخشان هم هستن، خود همی چیز فسیودین یکی از نفرای ارتباطی امریکا و انگلیس است که اونا که پاکستان کار میکنن و حساب پاکستان باید عقبه از اون محکم کنه طبق هم بله، توافق نامه که اینا بخشی از شبکه اقانی است بس البته. شبکه اقانی است، شبکه اقانی است که همین جنگ شمال مدیریت میخوای بکنه در آینده، و همین از مدیر جنگ شمال اینا هستن، درانی ها نیستن، درانی ها که قشر یک برانچی از طالبایی هستن که باید در قندار و یک بخش کابل و در هرات اینا فعلا جا بجا هستن، اما در نقشی ندارن در
در پیش بردن امی عملیات امریکا در شمال افغانستان و بسیار خسر خوب، از اونها اعتبار نمیشه. بسیار خوب. به عنوان سوال واپس این سوال ای مطرح میشه که یعنی ما میتونیم منتظر حادثه مشابه به حادثه که در اسماعیل خان اتفاق افتاد بار دیگه هم باشیم و حتی شدیدتر؟ بله، ما فکر میکنم این سالا دوام میکنه بعد از این، و ما فکر میکنم که حال خو هر یک ماه یک نیم ماه بعد است، پس آن امکان داره که زیادتر هم شود، افزایش هم پیدا کنه، و نه تنها از طرف دی جی پی بلکه دیگه گروه هایی هم که تحت هم یک مدیریت استخباراتی فعلا ائتلاف استخباراتی در آسیا کار میکنن، اونا کلشان عملات خود شدیدتر میکنن، به خاطر که پاکستان هم باید تحت هدایت امریکا باید اینجا تحرکات زیاد بکنه، به خاطر که اگر تحرکات زیاد نکنه جبهات سقوط میکنه و امریکا جنگ جهانی رو میبازه. اونا بسیار مجبور هستن تشکر. که زود زود جبهات هرات و بدخشان و هندوکش اینا رو فعال بکنن که باید دستاورد برسن، که ما فکر نمیکنم وار اجازه بدن. بسیار خوب، با تشکر از شما. بقیه مسائل مثلا منتظر میمانیم که حوادث آینده جواب بده، بعدا با مطابق حوادثی که بعدا اتفاق میفته این مسائل بار دیگه هم به بررسی و بحث خواهیم گرفت. از بینندگان عزیز در هر جای که هستین از شما هم سپاسگزار هستم. تا این لحظه مسئله رو دنبال کردیم. از نظر ما این حادثه یکی از حوادث بسیار بسیار مهم است، اما من تعجب میکنم که در محافل تحلیلی و اطلاع رسانی افغانستان همین موضوع صرفا به عنوان یک خبر تیر میشه و تیر میشن خلاص، و کسی نیست که یک مقدار در یک نقطه استاد شد و بحث یعنی در شناخت ماهیت این قضایای جدید برای افغانستان، برای افغانستانی ها در داخل و خارج از افغانستان اطلاع رسانی اینطور لازمی شود. بر ترتیب ما به سهم خود این مسائل را دنبال خواهیم کرد تا بعد.